سلام و عرض ادب خدمت تمام کسانی که تماشاگر این ویدیو هست. من مطهر سادات هستم. امیدوار هستم شماهایی که این ویدیو رو مشاهده میکنید هر کجایی که هستید از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید. این ویدیوی آموزشی رو تقدیم کسانی میکنم که در آستانه امتحانات طبی قرار دارن. اگر ویدیوی من مورد پسندتان واقع گردید چینل یوتیوب من را سابسکرایب کنید تا ویدیوهای هرچی بیشتر من در دست شما قرار گیرد. پرنسپل آف انتی میکروبیال شیموتراپی، اصول شیموتراپی ضد میکروبی که سی اصطلاح مهم داره: باکتریسیدال، باکتریستاتیک، کامبینیشن. باکتریسیدال یا یک دوای باکتریسید چی دوایی است؟ چه نوع دوایی هست؟ دوایی هست که باکتری به صورت فوری از بین میبره، بنابراین تعداد ارگانیسم کاهش میابه. ولی برخلاف، دواهای باکتری استاتیک رشد و نموی باکتری را متوقف میسازه. به این دلیل باکتری هایی که در موجودیت یک دوای باکتری استاتیک ثابت باقی میمانند، میکانیزم های دفاعی عضویت لازم است که این ارگانیسم ها را از بین ببره. یک دوای باکتری سید نسبت به دوای باکتری استاتیک در تداوی بیشتر انتانای باکتریایی ترجیح داده میشه. به خاطر از این که دواهای باکتری سید پاسخ میکروبیولوژیک فوری تر ایجاد میکنه و مقاومت میکروبی هم در این ناحیه کمتر ایجاد میشه. خب، حال سر کامبینیشن میرسیم یا ادیتیف، تداوی ترکیبی هم گفته میتونیم، که از جمله مزیت های این نوع تداوی است که مایکرو ارگانیزم نمیتونه مقاومت ایجاد کنه و سمیتش هم امکان داره به حد اقل برسه و در تداوی توبرکولوز کاربرد داره که به دو بخش تقسیم میشه: سینرژیستیک و آنتاگونیستیک. در سینرژیستیک دو دانه آنتیبیوتیک یک جای میشن و تاثیر یک دیگر نسبت به تاثیر از اینکه اونا به تنهایی داشتن بیشتر میسازن، موثریت از اینو بیشتر میشه، که پنسیلین که از جمله بیتا لکتم ها میباشه و امینوگلایکوزید ها وقتی که یک جای داده میشه، امینوگلایکوزید تاثیر پنسیلین بیشتر میسازه. ولی اگر بیتا لکتم ها همراه مثلا تتراسیکلین که باکتری استاتیک است و پنسیلین که یک باکتری سید است یک جای داده شود، تتراسیکلین که باکتری استاتیک است روی پنسیلین اثر میگذاره و تاثیر از رو کمتر میسازه. و فراموش نکنیم که دواهای باکتری سید روی ارگانیزم های تاثیر میگذاره که در حال رشد هستند. خب، در این تصویر در مورد میکانیزم تاثیر دواهای ضد میکروبی ما معلومات حاصل خواد کردیم که یک تعداد دواهای ضد میکروبی را در قسمت انتی میکروبال اجنت بر ما داده شده و در این ستون دیگه میکانیزم آف اکشن، میکانیزم تاثیرش داده، چطوری دواها عمل میکنه، که از او جمله دواهای پنسیلین، سفالوسپورین، ایمیپنیم، میروپنیم، ازیترونام و وانکومایسین، اینا که هست گفته inhibition of bacterial cell wall synthesis، سنتیز دیوار هجوی باکتری را مهار میکنه. ولی دواهای امینوگلایکوزید، کلورومفینیکول، ماکرولید، تتراسیکلین، استرپتومایسین، لنزولید، این دواها سنتیز پروتین باکتری را inhibition میکنه یا مهار میسازه. و دو دوای دیگر که ریفامپین و فلورو کینولون ها می باشه، اینا سنتیز نوکلیک اسید مهار می سازه. و در ستون آخر سلفونامید، تریمیتپریم و پریمیتامین، این سه دوا که هسته سنتیز فولیک اسید مهار می سازه. این میکانیزم هایی بود که یک دوا به خاطر از بین بردن باکتری که امکان داره رشدش کم بسازه یا امکان داره مستقیما از بین ببره، این میکانیزم ها رو به کار میبره تا بتانه که یک باکتری از بین بره. این تصویری که شما میبینین بسیار بزرگ است، به خاطر از اینکه واضح تر ببینین من ای را زوم میکنم.
قسمی که در چاوکوز شما میبینین رزیستانس یا مقاومت این دواها را نشان میده که چطور باکتری در مقابل دوا مقاومت ایجاد میکنه. خود دواهایی که در مقابل باکتری ها استفاده میشن در کل به دو گروه تقسیم میشه، بیتا لکتم و غیر بیتا لکتم، که پنسیلین و سفالسپورین که در خط اول است اینا دواهای بیتا لکتم میباشه، که میکانیزم مقاومت از اینا قسمی است که توسط سه مرحله صورت میگیره که امکان داره هر کدام از این مرحله اتفاق بفته و مقاومت ایجاد شد. میتونیم بگویم که پردکشن آف بیتا لکتموس، تولید بیتا لکتموس از باکتری خودش منجر به ایجاد مقاومت میشه. چطور؟ این بیتا لکتموس که توسط باکتری تولید میشه میره رابطه امایدی که در حلقه بیتا لکتم وجود داره او را میشکنه و وقتی که حلقه شکست بناهن تغییر شکل در دوا ایجاد شد و دوا نمیتونه که به باکتری وصل شود. Changing penicillin binding protein که penicillin binding protein به صورت مخفف در سایر جاها به PBP هم نشان میده. وقتی که ساختمان از اینا تغییر میکنه تمایل penicillin binding protein هم به دوا کاهش میابه که این نمی کاهش تمایل باعث میشه که مقاومت ایجاد شه. خود PBP چی است؟ پنسیلین بایندینگ پروتئین چی است؟ اینا انزایم هایی هستن که در قسمت غشای سایتوپلازمی که باکتری متصل هستن و اینا مسئول فعالیت های کتالیتیک غشای حجره باکتری را مسئولیتش داره. بعدن وقتی که بیتا لکتم ها مثل پنسیلین یا سفالسپورین به ای انزایم ها متصل میشه فعالیت کتالیتیک از اینا را مهار میسازه. بنان وقتی که مهار شد غشای حجروی هم ترمیم یا سنتیز نمیشه و باکتری میمیره. و در آخر Change in Purine، پمپ ها ساختارشان تغییر میکنه. پمپ ها در کل وظیفه داره که موادی که در خارج حجره است او را داخل حجره کنه. بنان وقتی که شکل از اینا تغییر میکنه اینو برعکس میشه و پمپ خارج کننده تبدیل میشه. بنابراین وقتی که یک دوای بیتا لکتم میای و میخواد به پی وی پی وصل شوه او رو نمیگذاره و اینمیست که اینجا مقاومت ایجاد میشه. خب میرسیم سر گروپ بعدی، امینوگلایکوسیدها که دواهای شامل جنتامایسین، استرپتومایسین، امیکاسین یا میتونیم از دواهای توبرامایسین، استرپتومایسین، نیومایسین، کانامایسین دواهای زیادی داره که اینا هم شامل میشه و میکانیزم مقاومتش قسمی هست که یک تعداد انزایم های تشکیل میشه که باعث میشه دوا غیر فعال شوه. همراه دوا کانجیگیشن میکنه این انزایم ها تا که دوا را غیر فعال کنه، که این انزایم های باکتریایی که در اینجا مثال داده مثل ترانسفر اسیتایل، فاسفورایل ان ادنیلیل گروپ و میتونیم از نوکلیتیدیل ترانسفراز هم یادآوری کنیم. گروپ بعدی ماکرولیت ها و کلیندامایسین هست. دواهای ماکرولیت اریترومایسین، ازیترومایسین، کلیترومایسین اینجا یادآوری کرده و تعداد دیگه از دواهاست. میکانیزم مقاومتشون چه قسم است؟ یک تعداد میتیل ترانسفراز های تشکیل میشه که ناحیه که دوا قرار است با سب یونیت 50S رایبوزوم باکتری باوند شوه اون ناحیه را تغییر میده. همین تغییر شکل ازی باعث میشه که تمایل کمتری به دوا داشته باشه و اینجاست که مقاومت ایجاد میشه. این شکل چوکات در اینجا مکمل نامده که در صفحه بعدی متباقی چوکات وجود داره و همچنان اکتیف ترانسپورت اوت آف سل یا موجودیت یک پمپ خارج کننده که باعث ایجاد مقاومت میگرده. میرسیم سر تتراسیکلین ها. میرسیم روی مقاومت از اینا. چطور باکتری در مقابل این دواها مقاومت ایجاد میکنه؟ گفته increased activity of transport system that pump drugs out of the cell. در حالت عادی
یک مقدار مواد داخل حجره باکتری میشه و یک مقدار مواد خارج از حجره باکتری میشه و میان این حالت یک تعادل وجود داره. وقتی که باکتری قرار است مقاومت ایجاد کنه، در این حالت این تعادل برهم میریزه. یعنی چی؟ یعنی که دوا کمتر وارد حجره میشه و وقتی که کمتر وارد حجره شد، کمتر وصل میشه و کمتر تاثیرش اجرا میشه و افزایش خروج دوا در این حالت بیشتر میشه که این حالت توسط همه پمپ ها صورت میگیره یا تغییر در پمپ ها باعث میشه که به پمپ خارج کننده مواد تبدیل شود. همه قسمی که مواد به خارج از حجره پمپ میکنن، دوا هم پمپ میشه. گروه بعدی سلفونامید ها است. بخاطر از اینکه شما بیشتر درک بتونین موضوع مقاومت از اینه، ما باید یک کمی وضاحت در مورد تارگت انزایم PABA و فولیک اسید بر شما بتونم. خب سلفونامیدها که از جمله دواهای ضد باکتری می باشن، اینا در حالت عادی باعث از بین بردن حجره باکتری می شن. میکانیزمش قسمی است که انزایم های DHPS رو مهار میکنن و مهار این انزایم ها باعث مهار فولیک اسید می گرده. خب اینال شما خود گفتین انزایم DHPS چیست و چی وظیفه داره؟ همچنان در جدول قبلی تارگت انزایم یادآوری شده بود که هدف از تارگت انزایم همین انزایم می باشه. تارگت انزایم یا انزایم DHPS مسئول تبدیل شدن پارو امینو بنزویک اسید به فولیک اسید می باشه. خب حالا میایم سر PABA یا پارو امینو بنزویک اسید. پارو امینو بنزویک اسید از یک گروپ امین، یک حلقه بنزین و یک کربوکسیلیک اسید تشکیل شده. این شکل مربوط پارو امینو بنزویک اسید می باشد که از یک گروپ امین، حلقه بنزین و کربوکسیلیک اسید تشکیل شده. خب در مورد تارگت انزایم و پارو امینو بنزویک اسید معلومات حاصل کردیم و فهمیدیم که انزایم DHPS مسئول تبدیل PABA به فولیک اسید می باشه. این رول فولیک اسید باید بفهمیم که چی هست. موجودیت فولیک اسید باعث سنتیز نوکلیک اسید میشه و به خاطر از این که باکتری رشد کنه نیاز به نوکلیک اسید ها داره که این عملیه در بقای حجره ضروری می باشد. حال روی مبحث اصلی می که چطور باکتری در مقابل سلفونامید مقاومت ایجاد میکنه. فهمیدیم که در حالت عادی سلفونامید ها میای انزایم DHPS باکتری را که مسئول تبدیل PABA به فولیک اسید است مهار میسازه و مهار فولیک اسید به توقف رشد حجره منجر میشه و حجره باکتری از بین میره. ولی در حالت مقاومت باکتری حساسیت هایش نسبت به دوا تغییر میکنه و دوا نمیتونه که انزایم DHPS را مهار بسازه. پس وقتی انزایم DHPS مهار نشد، تبدیل PABA به فولیک اسید صورت میگیره و در نتیجه منجر به سنتیز نوکلیک اسید میگرده و سنتیز نوکلیک اسید به سکل حیات حجره کمک میکنه. البته ما تا حال یکی از راه های مقاومت باکتری در مقابل سلفونامید فهمیدیم. قسمی که در چوکات میبینین گفته شده use of exogenous folic acid. به این معنی که باکتری هایی که میتونن فولیک اسید از محیط خارج به دست بیارن به طور طبیعی در مقابل این دواها مقاوم میباشن. خب میرسیم سر فلورکینولون ها. در اینجا هم گفته شده که change in sensitivity to inhibition of target enzymes increased activity of transport systems that promote drug efflux. قسمی که در سلفونامید ها هم همه قسم target enzyme ها مهار نمی شد، همه قسم در اینجا target enzyme در اینجا توپوئیزومراز ها می باشه که اینا مهار نمیشه. وقتی که مهار نشد بناهن باعث میشه یک سیستم ایجاد شوه که دوا به خارج از حجره بیشتر تمایل داره
نسبت به ای که در داخل حجره تعامل کنه و امکان داره که از دلیل ازی باشه که پورین ها ایجاد میشه و همی پورین ها دواها را به خارج از حجره افلکس میکنه یا جریان میده. خب میرسیم سر آخرین دوا، کلورامفنیکول. به خاطر وضاحت بیشتر به صفحه بعدی میریم. فاکتور که اسیتیل کوئنزایم ای ترانسفراز کود میسازه به نام اسیتیل ترانسفراز یاد میشه. این انزایم که به نام اسیتیل ترانسفراز یاد میشه کلورامفنیکول غیر فعال میسازه که مسئول مقاومت باکتری در مقابل دوای کلورامفنیکول هست. خب این ویدیو رو در همینجا به پایان میرسانم. البته این ویدیو ادامه داره، ادامه شد میتونین شما در کانال یوتیوب ما مشاهده کنین. به خاطر دیدن ویدیوهای بیشتر میتونین کانال را سابسکرایب کنین و همراه دوستایتان ویدیو را شریک بسازین. تشکر بسیار زیاد از توجهتان. خدا نگهدار.